فقط یه دلیل داره که من شما بتونه این امشب کمک کنید. اون دلیلی که من نوشتم دیگه تا این بود که I'm willing to do what the other 98% are willing to. من اون کاری که من اون کاری که انجام میدم 98% دیگه انجام نمیدم. یعنی تنها جواب درست همونا که اون 98% انجام به خاطر اینکه این کاری که باید انجام نمیدن، من اون کاری که باید انجام بدم میدم که جای 2% میشه. فقط جواب درستش همونه. میگه داستان تصمیم که بهتون بگم. یه روز من سال اولم بود، پولم شروع ساختن و اون زمان ها قبل از اینترنت بود، ما اسمو اینترنتی وجود نداشت دیگه. من 99 تازه شروع شد، ما هنوز ادورتایزینگ می‌ذاریم تو روزنامه، اون زمان روزنامه می‌خونه ملت. بعد ما تو اتاوا هستیم، یه شهر که لندن انتاریو 7 ساعت باس. آپلاین ما بود، یه منشن بزرگ گرفته بود و گفتیم بریم اونجا تو لندن، همونجا روزنامه شد دیدیم، ادورتایزینگ زدیم و مقاله زدیم و بعد پول خرج کردیم و تلفن اپوینتمنت خواستیم، یک ماه رو این سیستم رو کار کردیم. بلند شدم رفتم تو لندن، 7 ساعت رانندگی تو این منشن. حالا اگه تو هتل بود زیاد بد نبود، چون توی خونه بود خیلی ضایع شد، چون دیگه خب همه اومدن اونجا دیگه، مدت کی بیشتر به خودش مهمون آورده. منم از اتاوا 7 ساعت دلینگ و دلینگ بلند شد رفتم اونجا. خوصه 13 نفر گفت که ما هستیم، 7 نفر رو کانفرم کردیم. همون روز رسیدیم اونجا 7:30 شب میتینگ باید شروع بشه. منم خسته و دارم نگاه میکنم هیچکی نیست و 7:30 شروع شد که گردان داره بود پلش میگیره، هی دم در و تکس و تلفن و آخر هیچکی نیمد. اینقدر خدا عصبانی بودم اصلا نمیدونی، اینقدر خجالت کشیدم. بیارون همه خوب میشنه خواهر من دیگه، این 7 ساعت اومده با این همه پوز و موزش بلند شدم اومده اینجا، یک دونه گست نتونسته بیاره تو این میتینگ. اینقدر حالم بد بود تو اصلا خودم تو هتل بمونم که وقتم باسه شام من یواشکی خودم هم 7 ساعت هم شب برگشتم، 14 ساعت رانده تو یه روز. ببین چقدر جیغ و داد من داشتم سر خدا، هیچ زمانی من رو یادم نمیره. اینه زیاد داشتم منتها 14 ساعت رانده خجالت کشیدن توی منشن که همه دان خب لیدر ها بین که جوریه، ما سایدلاین بودیم اون باقی دیگه، بعد جوونی بودیم، همه هم بخواستیم هم پوز بدیم و ما بهتریم و این چیزا. از خجالتش مردم من. حالا هممون این داستانای ترسناک رو داریم. این خیلی مهمه که من بیشتر میگم فقط راجع به ماشین و خون و اینا صحبت نکنه، اینا خیلی بیشتر میارزه گاهی وقتا تا حوزه چیزای بزرگ من. میره چرا؟ به خاطر اینکه به اون شخصای جدید یا کسایی که هنوز به اون آرزوشون نرسیدن میگه که هر سختی که تو داری فقط واسه تو نیست. چون میره چرا؟ ملت دی موتیویشن میشن، خودشون میبازن به خاطر که فکر میکنن خوشحالت من فرق میکنم مثلا با محمد رضا، چه من فرق با مثلا، پس اونا میتونن من نمیتونن، اونجوری که میشه دیگه باختن. از لیدر کار ما اینه که به تمام همه بگیم هیچ فرق بین من و تو نیست. هر ضعیفی هم که داری من هم داشتم، هنوزم دارم، که بدونم پس مسیر تو همون مسیره، فقط مسیر رو باید برم. فکر نکنم با ایشون من نمیتونم. این یه دونه داستان ترسناک منه. میدونستم یکم بالی شما رو بشنم. خواهی از غدی بفهم. ما دیگه دفعه پیش سمون صحبت کردیم. بفهم. بیا راحت کنیم. از ادب احترام دارم خدمت همه عزیزان. کوچیکی شما هستم. و باعث افتخارمه که تو جمعتون هستم، این که ما رو پذیرفتین، این که توجه میکنید به نتورک ایران، وقت میذارید، تایم میذارید، و این نشون از دل بزرگ و سخاوت بزرگتون جناب اسکندری بزرگ. صحبتتون رو شنیدم و
لذت بردم و دوباره به این نکته رسیدم که هممون یه مسیر رو طی کردیم و این میتونه به تمام عزیزانی که دارن صحبت های ما رو گوش میدن برسونه که همه باید از این مسیر رد بشن. شما در رابطه با بحث 98% و 2% فرمودین و دقیقاً همین هست. تمام این 2130 نفری که الان توی لایف هستن فرض بفرمایند مربی تیم فوتبال هستن و هیچ شناختی نسبت به بازیکن‌ها ندارن. 25 نفر بازیکن بهشون دادن و اینا میخوان 11 نفر اصلیشون رو انتخاب بکنن. من یه سوال میخوام بپرسم، روش انتخاب شما برای این 11 نفر اصلی چیه؟ آیا بهشون میگید که ببینیم کی میتونه بهتر از همه بشکن بزنه، یا بهشون میگید کی بهتر از همه میتونه سوت بزنه؟ ما برای فوتبال نیاز به جنگندگی داریم و این جنگندگی تو نقاط سخت، تو اتفاقات سخت، تو فشاره که به دست میاد. آدم احتمالاً اینا رو برمی‌داره، 25 نفر رو به خط میکنه، میگه بدوید، بدوید، اینقدر بدوید که 11 نفر نتونن بدوئن، اینقدر